این خوشه های آتش در آسمان و این هیمه های افروخته نوید نوروز میدن. اون هم به ایرانی هایی که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا 2 سال مراسم چهارشنبه سوری درست حسابی نداشتن. رسم و رسومی که فرق نداره چند سال از ایران دور باشی، اما همیشه یادآور خاطرات شیرین دم عید و اومدن بهاره. سعی میکنم حتما تو اینجا بنا، بلکه خب ایرانی هم من اومده واد اینا مهم نیست کجا هستی کجا زندگی میکنی. بچه من حتی دوست کانادایی من میارم با خودم تو تمام این چیزا که معرفی کنم کالچرمونو به بوی دود این آتیش و هوای تورنتو که یواش یواش داره از سوز میفته هم با گرفتن چند تا عکس یادگاری خوب به یاد آدم میمونه. بچه‌هایی که امشب اینجا از روی آتیش میپرن شاید تا به حال تجربه چهارشنبه سوری تو ایران رو نداشته باشن، ولی توی جمع ایرانی به این بزرگی کاملا میتونن بفهمن که مراسم زیبای چهارشنبه سوری چجوریه. پریدن از روی آتیش برای بچه‌ها هم دلهره آور و هم نشان شجاعت، یا شاید هم به قول رستا مثل حس پروازه. امکان میپریش مثل یه دون حس پرنده داره، مثل یه دون پرنده داره. این جمع چهارشنبه سوری رو در بنیاد پریا جشن گرفتن، جایی که 20 سال در تورنتو نه تنها به زنده نگه داشتن آداب و رسوم ایرانی کمک میکنه، بلکه در کنار اون خدمات متفاوتی هم ارائه میکنه. این بنیاد پریا اولین و تنها کامیونیتی سنتر ایرانی تو دنیا هست که با کمک کامیونیتی درست شده. من افتخار دارم که فاندر باشم. امسال 20 سال ما هستش و ما خیلی موفق بودیم تو این زمینه. سرویس هایی که به کامیونیتی ایرانی میدیم در منطقه‌ای که وجود داره که در حقیقت شمال تورنتو هستیم بزرگترین هستیم. حالا که سفره هفت سین و آجیل مشکل گشا و چای دیشلمه و موزیک شاد همه کنار هم جمعند، از یک جمع ایرانی فقط انتظار رقص میره تا باشه که سرخی آتش زردی ها رو در سال جدید از همه دور کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.